بسم الله الرحمن الرحیم برام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم بینندگان عزیز در برنامه امروز میخوایم به تومار سوالات بی جواب بپردازیم که از آخوندها پرسیده میشه چرا این کارو میکنیم من لایو اینستاگرام رو هم براتون برم همین ابتدای برنامه که دوستان شاکی نشند که چرا لایو رو نرفتیم بله چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه بتونیم دیالوگی شکل بدیم توی یک محیط آزاد که هر کس میتونه راحت نظرات خودش رو بیان کنه برسیم به یک حقیقت این حقیقت برگرفته شده باید باشه از کلام وحی از قرآن و از سنت پیامبر علیه سرات و سلام سوالات بی جواب هم مرتبط نمیشن به مسائل کوچیک عقیدتی مرتبط نمیشم به مسائل کوچیک فقهی به مسائل پیش پا افتاده تاریخی بلکه این سوالات سوالات عقیدتی اساسی هستند که به اصول دین بستگی دارند به این معنا که اگر ما سوالی بی جواب در دینمون داشته باشیم که نمیدونیم این جواب این سوال چی هست ولی بهش معتقد باشیم همچنان باید به اون اعتقاد خودمون شک کنیم اگر کسی اومد پیش من به من گفت ای موحد تو از کجا معتقد هستی که پیامبری به اسم محمد محمد ابن عبدالله علیه و السلام آمده و اون پیامبر آخر خداست من باید بتونم از قرآن و سنت این رو بهش به اثبات برسونم با آیات سریح قرآن و بر اساس احادیث سریح پیامبر علیه صلی و سلام و با عقل بتونم این رو بهش به اثبات برسونم اگر نتونم اثری از اون در قرآن نباشه اثری از اون نتونیم با عقل بهش برسیم و در تاریخ نباشه حتی خب من باید به اصل این ماجرا شک کنم من چطور معتقد هستم اینکه یک پیامبری میاد به اسم محمد ابن عبدالله علیه السلام اومده و این پیامبری که پیامبر آخر الزمان هست از طرف خداوند متعال و کتاب به قرآن برای ما آورده خب من باید تو اینو ثابت کنم مسلمان ها اصولا بر این باورند که هیچ سوال بی جوابی نباید در دین وجود داشته باشه یا هیچ تناقض کوچکی نباید در قرآن وجود داشته باشه یا هیچ عقیده ای ما نباید ما مسلمان ها نباید داشته باشیم مگر اینکه اثر اون در قرآن و سنت وجود داشته باشه چرا به چه علت به این خاطر که اگر ما یک تناقض یک اشتباه فاحش اینچنینی در قرآن پیدا کنیم یک جا عقیدمون رو نتونیم با قرآن اثبات بکنیم ما کل دینمون بر راه اشتباهیه چطور ما در شرایطی قرآن رو قبول کردیم که کلام وحی هست و عقیدمون رو از اون نمیگیریم خب این برنامه به خاطر اینکه قرار دو نفره باشه دیالوگ باشه ما دو تا راه ارتباطی گذاشتیم و یه راه ارتباطی هم بهش اضافه میکنیم این بار که راه ارتباطی مستقیم نیست البته اما چون تشریف نمیارن علمای معتقد به این باورها و به این سوالات تشریف نمیارن که جواب بدن ما فرمایشاتشون رو از ویدیوهایی که خودشون قرار دادن تو شبکه های مجازی خودشون آماده کردیم که اونا رو برای شما پخش میکنیم که بشنوید و نظرتون رو در موردش بگید در واقع این راه ارتباطی ما و با اونهاست بارها و بارها تلاش کردیم تماس گرفتیم با دفترهاشون تماس گرفتیم ازشون خواستیم که یک نفر رو معرفی کنن تا بتونن مستقیم جواب بدن ولی این کار نمبر. ولی خوشبختانه خیلی از دوستان عزیزانی هستن که طرفداران اونها هستن ما بدون اغماز و بدون حتی بدون نوبت اگر موافق و مخالف باشه اول مخالف رو می‌کنیم که بتونه یه دیالوگ آزاد شکل بگیره اونجا اینجا هدفمون چیه هدفمون رسیدن به حقه حق حتما اون چیزی نیست که ما میگیم ولی حق حتما اون چیزی هست که قرآن میگه پس قرآن رو میذاریم میزان میذاریم معیار و بعد نگاه میکنیم عقیده و اون سوالاتی که ما داریم با قرآن بهش پاسخ داده میشه یا نه و بعد از اون با عقل ما بهش پاسخ داده میشه یا نه و بعد از اون میپردازیم به تماس های تلفنی راه بعدی ارتباطی گفتم دو تا راه ارتباطی همیشه گیست یه دونه اینستاگرام که لایوش الان داره پخش میشه یه دونهش هم شما عزیزان هستید که با شماره تلفن هایی که این زیر زیر نویس شده میتونید تماس بگیرید سوالاتتون رو بپرسید نظراتتون رو بگید دیالوگ شکل بدید و راه سوم ارتباطی این ویدیوهایی هست که ما برای شما پخش میکنیم مورد اول سوال بی پاسخ اول اگر قرار بر این بود که بعد از تنها 200 سال از حیات رسول الله علیه الصلاه و السلام تا قیام قیامت بشر بر امامی غائب معتقد باشه که این امام غائب سودهایی برای ما داشته باشه و راه رو گم نکنیم ما به وسیله اون امامی که غیب میشه چرا اثری از این امامی که قرار هست غیب بشه از دیویست سال آینده تا قیام قیامت یعنی الان ما که داریم با هم صحبت میکنیم هزار و دیویست سال از یک شخصی که میگویند غیب شده گذشته سوالات ما از کیه؟ از حوزه است 1200 سال میگن یک نفر غیب شده این امام باید امام ما می بود وگرنه خب ما امام زمانمون رو نشناختیم باید بشناسیم امام زمانمون رو حالا امام زمان غیب شده و قرار هم بر این بوده پروردگار متعال میدونستند که از هز... از سال بعد از حیات سرورم علیه السلام تا قیام قیامت قرار این امام غائب باشه یک امام غائب بشر داشته باشن یک امام وجود داشته باشه اون امام بهش میگن مهدی منتظر و اون امام غائب تا قیام قیامت امام تمام بشر هست و غیب هم میشه چرا اثری از این امام غائب در قرآن و سنت نیست پژوهشگران که متعصب نیستن غیر از حوزه به این سوال این پاسخ رو میدن میگن شما برای اعتقاد داشتن به شخصی غائب به نام مهدی منتظر فرزند امام حسن عسکری باید تاریخ رو بذاری کنار کاری به تاریخ نداشته باشی تاریخ اختلاف زیاده درش نمیتونیم با تاریخ این شخص رو اثبات کنیم باید قرآن رو بذاری کنار چون اثری از این در قرآن وجود نداره باید احادیث پیامبر هم را بذاری کنار چون احادیث پیامبر هم وجود نداره در این مورد تنها باید یک اعتقادی باشه که از پدران شما به شما به ارث رسیده باشه بل وجدنا آبا انا کذالک یفعلون یا یعتقدون بلکه ما دیدیم که آبا و اجداد ما این اعتقاد رو دارن ما آبا و اجداد رو این اعتقاد دارن. پس ما هم بهش معتقد شدیم و با فلسفه بافی های از اپ... که از پدران بهمون به ارث رسیده که بله یک امام غائبی با یک امامی بالاخره باید وجود داشته باشه نمیتونه دنیا بدون امام باشه این فلسفه هم اثری ازش در قرآن نیست هیچ اثری ازش در قرآن نیست در سنت پیامبر هم نیست امام اون چیزی که واضح در دست ماست قرآنه اون راهو به ما نشون میده اون معتقدان به امام غائب اگر متعصب نباشند از این حوزه نباشند بتونن فکر کنن تعصب رو بذارن کنار اینو به ما میگن نه نقل نه عقل نه وحی هیچ کدوم از اینها نمیتونه امامی غائب فرزند امام حسن عسکری رو اثبات بکنه نه تاریخ نه عقل ما و نه وحی هیچ کدوم از این سه طریق نمیتوانه تنها راهش اینه که شما یک فرزند باشید که پدرتون به یک چیزی به اسم امام حسن امام مهدی فرزند حسن عسکری معتقد باشه شما هم معتقد بشید بهش وگرنه هیچ راهی برای پیدا کردن اون گشتن در موردش وجود نداره به این معنا اگر شما تمام تاریخ و تمام آیات قرآن رو و حادث پیامبر رو بخواید از اون طریق ایمان بیارید شما به فرزند امام حسن عسکری که مهدی غائب شده نخواهید رسید حالا این نظر علمایی است که از حوزه نیستن محققین شیعه که از حوزه نیستن و متعصب نیستن ولی خب پدرانشون این رو گفتن این هم باور کردن و این رو میپذیرن به این قضیه میتونید برید سراغ صحبت های آقای سروش و خیلی از به خصوص غربی هایی که توی این مسئله مهدویت تحقیقات کردن حالا حوزه چی میتونه بگه؟ حوزه آیا میتونه بگه ما معتقد به امامی من اندلا هستیم عالم الغیب و شهاده دانای بر هر چیزی بینای تمام ماها در شرایطی غائب هست که ما هر لحظه اون رو بخوانیم اون صدای ما را میشنود ولایت تکوینی دارد به این معنا که پروردگار عالمیان ولایت این دنیا رو به اون داده ولی هیچ اثری از اون در قرآن نیست آیا میتونن جلوی مسلمون ها این رو بیان کنن؟ نه اکثریت جامعه اسلامی میگه جمع کنین این کاز کوزه خرافات تو خودت قبول داری یه چیزهای عجیب و غریبی که اثری ازش در قرآن نیست تا کجا از کجا آورده پس حوزویان مجبورند برای اینکه این شخص رو اثبات بکنند بگن بله آثاری از این در قرآن و سنت وجود داره حالا ما اول از همه قبل از اینکه تماس ها رو وصل بکنیم میریم سراغ صحبت های آقای قرائتی در مورد اثبات امام زمان از قرآن خوب به صحبت ایشون فکر کنید من آیات رو می یکی یکی آیات رو برای شما مورد بررسی قرار میدم تحلیل میکنیم ببینیم آیا ایشون تونستن از قرآن اثبات بکنن امام زمان رو صدق از صحبت ایشون رو با هم بشنویم سورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولین علامت متقین یؤمنون بالغیب ایمان به غیب دارن غیب چیه خدا غیب اینه نمبینیمش معاد نمیبینیم امام زمان نمیبینیم ایمان به غیب بگو خواب پا کجا بفهمیم ما که نمبینیمش از کجا میفهمیم از هم که جاذبه زمین رو میفهمیم شما جاذبه زمین رو به من نشون بدهدم هرچی نگو کنی زمین رو میبینی اما جاذبهش دیدنه نیست از افتادن نصیب پی میبری که زمین جاذبه داره دکترها بیماری رو از حرارت و از تب پی میبرن که این بیمار چشه لازم نه آدم چیز رو خودش ببینه شما روح منو نمیبینید ولی حرف زده نمیده که میشنوید همی که میبینید من حرف میزنم میگید زنده ما یؤمنون بالغیب ایمان به غیب یکیش حضرت مهدی علیه السلام یک دو باز در سوره بقره آیه 27 قرآن نقل میکنه میگه الذین ينقضون, ينقضون عهد الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله ينقضون عهد الله عهد خدا رو نقض میکنن عهد خدا چیه قرآن میگه عهد خدا امامته عهد خدا رو میشکنن یعنی امامت رو میشکنن حضرت ابراهیم چند مرحله رو طی کرد اول شد عبدالله یعنی بنده خدا بعد شد نبی الله مقامش بالاتر رفت شد رسول الله مقامش بالاتر شد شد خلیل الله آخرین درجه که گرفت شد امام خدا بهش گفت انی این اماما. من تو رو امامت کردم تا ابراهیم دید بالاترین درجه رو گرفت که رهبریه قال و من گفت خدای این درجه مقام امامت رو به بچه هم هم بده خدا فرمود قال لا ینال ينا. عهد والمین لا ینال عهدی عهدی یعنی این امامت عهدیه خداوند در قرآن به امامت گفته عهد الله لا ی... ابراهیم گفت خدایا این مقام امامت رو به ب... ب... نسل من بده فرمود عهد من به گنهکار نمیرسه لا ینال عهدی عبید که لا ینال الامامه فرمود عهد من الذین ینقضون عهد الله انتقاد میکنه خدا که پیمان خدا رو میشکنن میگیم پیمان خدا چیه میگه پیمان خدا یعنی عهد خدا عهد خدا حالا ابتداش برگشتن به ابتدای سوره بقره برای اینکه بتونن ثابت بکنن امامت رو یک بار دیگه فقط همون چند یک دقیقه ابتدایی رو میشنیم که بتونین براتون بیارم دوباره برگردمتون پس دلیل اول ابتدای سوره بقره بود من نخواستم بینشون هی کات کات کنم بتونم یک بار کل کلیپی که خودشون کات کردن و میخوان امامت رو از قرآن ثابت بکنن برای شما بیارم اولینش اینه ببینید یه بار دیگه سورة بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن بما رزقناهم ينفقون اولین علامت متقین یؤمنون بالغیب ایمان به غیب دارن غیب چیه خدا غیب نه نمبینیمش معاد نمبینیم امام زمان نمبینیم ایمان به غیب بگو خب پا کجا بفهمیم ما که نمبینیمش کجا میفهمیم از همون که جاذبه زمین رو میفهمیم شما جاذبه زمین رو به من نشون بدید هر چی نگاه کنی زمین رو میبینی اما جاذبهش دیدنه نیست از افتادن سیب پی میبری که زمین جاذبه داره دکترها بیماری رو از حرارت و از تب پی میبرن که این بیمار چشه لازم نیست آدم چیز رو خودش ببینه شما روح منو نمیبینید ولی حرف زده من که میشنوید همی که میبینید من حرف میزنم میگیدی زنده ما يؤمنون بالغيب ايمان بالغيب يا شيخ حضرت مهدي عليه السلام 1 دو بعض سورة بقره ايه 27 قران نقل مكنه الذين ينقضون عهد الله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما بله بس اولینش میه که چون خداوند متعال به ما گفته که باید ایمان به چیزی به اسم غیب بیاریم به قول ایشون حالا میخواد ثابت کنه ما به زمان دیگه ایمان به غیب یعنی ایمان مثلا خودشون چیزی که نمیبینیم مثلا خدا مثلا معاد مثلا جاذبه زمین هیچ آدم عاقلی هست که بگه ایمان به جاذبه زمین یکی از نظرهای یکی از موارد یؤمنون بالغیب هست هست واقعا یعنی هیچ آدمی که عقل تو سرش باشه میگه همچون چیزی رو که خداوند متعال داره صفات مؤمنین رو بیان میکنه در ابتدای سوره بقره اینو هاش در ابتدای سوره بقره داره صفات مؤمنین رو حالا هر غیبی که بود این جزئی از صفات مؤمنینه الذین یؤمنون بالغیب بالغیب الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون الذین آنهایی که به غیب ایمان دارند هر گردی گردوه هر جایی که غیب بود امام ما غائب شده جزی از غیب اونه بعد میگه که مثل جاذبه زمین که اثرش وجود داره و ما باید بهش معتقد باشیم ما جاذبه زمین رو که نمیبینیم ولی چون غیب اثرش رو داریم میبینیم دیگه پس بهش معتقد میشیم اثر امام زمان کجاست بپرسید سوال دیگه منطقیه الان اثر این جاذبه زمین اینه که سیب و ول میکنی میفته زمین این ما میرسیم به اینکه برای زمین یه جاذبه ای داره اثر امام زمان کجاست چی رو کجا ول بکنیم به کجا میرسی که ما بفهمیم امام زمان یه اثری توی این کره خاکی داره هر ما یک برنامه یه قسمت کامل رفتیم که آیا امام زمان سودی برای ما داره آیا امام زمان تاثیر توی این دنیا داره آیا امام زمان کوچکترین نشانه ای داره دیدیم که نیست یعنی شما به دو, 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 دو تا هیچ گونه اثر نشانه کوچکترین چیز قابل لمس یا غیر قابل لمس قابل آزمایش یا غیر قابل آزمایش از امام زمان تو دنیا نمیبینید هیچی جز این سری داستانهای خرافی که یه نفر رفته امام زمان رو دیده گفته رهبری از قماش رهبر از قماش ماست و از این خزعبلاتی که استفاده سیاسی میکنن از یک اسم شخص قائب امام زمان چه اثر توی جامعه ما داره تو زندگی ما داره ما چطوری میتونیم امام زمان جاذبه رو میتونیم به افتادن سیب کش کنیم اونو چطور و بعد میگه مثالش همون معاد و خداست نصف قرآن معاده یعنی شما کافیه بخواید معاد رو اثبات بکنید نمیگید الذین یؤمنون بالغیب پس یه غیبی وجود داره به اسم معاد پس معتقد باشیم به معاد نه آقا نصف قرآن معاده نصف قرآن روز بازپسینه یعنی هر صفحه ای از قرآن رو مثال بزنید شما همین صفحه رو من نمیرم صفحه صفحاتی که یک چیز کامله همین صفحه رو بعد بیا بیا پایین تر معاد این یومنون بالغیب معاده جزش معاد میشه اما ما نمیگیم ما به یه چیزی به اسم معاد ایمان داریم به خاطر اینکه غیبه ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون آقا ما نمیگیم یه چیزی غیبی وجود داره به اسم معاد حالا ما اضافه میکنیم هر صفحه از قرآن یه چیزی در مورد آخرت هست یه چیزی در مورد معاد وجود داره روز بازپسین ده ها آیه است تقریبا تمام سوره های مکی مسئله روز بازپسین روز آخرت معاد رو میان در موردش صحبت میکنه ایمان به معاد رو توضیح میده یؤمنون بالغیب غیب درسته ما ندیدیم معاد جزئی از اونه ولی ما یه چیز خرافی خودمون رو خالب نمیکنیم به نام غیب آقا خیلی ها معتقد هستن که آقای مثلا هر, هر کسی یک صوفی ها بر یه چیز معتقد هستن یکی میگن آقای گیلانی شیخ عبدالقادر رحمه الله غیب شده اصلا نمرده و اون غیب شدنش به این معناست که فلان پس یؤمنون بالغیب پس غیب شیخ عبد القادر گیلانی حالا تو کن به ثابت کن دیگه خدا هم گفته یؤمنون بالغیب یعنی به غیب ایمان بیارید شیخ عبد القادر گیلانی هم غیب شده آیا همچون چیزی با عقل شما سازگاره بسیاری از ستاره پرستان فرشت پرستان همین اعتقاد رو دارن اعتقاد رو دارن که یه چیزی وجود داره غیبه ما با بر اون معتقد هستیم یا منونه بالغیب تمام شده رفت حالا باز فرشته از قرآن ثابت میشه امام زمان که اسمشم توی قرآن نیمده فرشته وجود فرشته از قرآن ثابت میشه اینکه بتونه کاری برای ما بکنه بهش متوسل بشیم از قرآن ثابت نمیشه و از دایره توحید خارج میشیم اما وجود فرشته حالا وجود امام زمان کجا هیچ مسئله دوم داره امام زمان رو میخواد برای ما از قرآن ثابت بکنه مسئله دوم آقای قرائتی موضوع دوم راه اثبات دوم آقای قرائتی این بفهمید الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله یعنی قضون عهد الله عهد خدا رو نقض میکنن عهد خدا چیه؟ قرآن میگه عهد خدا امامته عهد خدا رو میشکنن یعنی امامت رو میشکنن حضرت ابراهیم چند مرحله رو کرد اول شد عبدالله یعنی بنده خدا بعد شد نبی الله مقامش بالاتر رفت شد رسول الله مقامش بالاتر شد شد خلیل الله آخرین درجه که گرفت شد امام خدا بهش گفت انی جاعلو کرد انی اماما من تو رو امامت کردم تا ابراهیم دید بالاترین درجه رو گرفت که رهبریه قال و من ذریتی گفت خدای این درجه مقام امامت رو به بچه هم, هم بده خدا فرمود قال لا ينال لا عهد الظالمين لا ينال عهدي عهدي یعنی این امامت عهدیه خداوند در قرآن به امامت گفته عهد الله لا ينال. ابراهیم گفت خدایا این مقام امامتو به نسل من بده فرمود عهد من به گناهکار نمیرسه لا ينال عهدي عهدی که لا ينال الامامه فرمود عهد من الذين ینقضون عهد الله بله. آیا رو با هم یارو ببینید چقدر خنددار این, این صحبت های ایشون اولین اون میتونید خودتان داخل خونه این کار رو انجام بدید و سرچ کنید ببینید که چی داره میگه این آقا واقعا این آقا چه دارد میگوید یعنی میخواد امام زمان رو الان امام زمان رو میخواد اثبات بکنه اول اینه خداوند در سوره بقره هم یه مقدار جلوتر این آیه است. بذارید 27. بله. میگه میگه و خداوند اول در مورد قرآنه. در مورد قرآنه که خداوند قرآن رو آورده، قرآن همه رو هدایت میکنه به غیر از کسانی که فاسق هستن. فاسقین رو فقط قرآن اونها رو هدایت نمیکنه به گمراهی کشونده میکنه، بعد میگه اون کسانی که ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض کسانی هستند اون کس اون فاسقین کسانی هستند که عهد خداوند رو نقض میکنن میخوای ترجمه مکارم رو براتون بخونم که فکر نکنید من پیرو قرآن و سنت دارم یه چیزی میگم اثر خودم میگه فاسقان در مورد خدا در مورد, در مورد فاسقان صحبت میکنه فاسقان کسانی هستند که پیمان خدا را پس از محکم ساختن آن میشکنند و پیوندهایی را که خداوند دستور داده برقرار سازند قطع نموده پیوند خیشاوندی منظور قرآن هست و در روی زمین فساد میکنند اینها زیانکارانند وقتی میگه بعد میاد میگه که ابراهیم خداوند بهش گفته این عهد من یعنی تو رو پیشوا قرار دادم این پیشوایی به ظالمی نمیرسه حالا اونجا چون کرمه عهد اومده اون پیشوا خداوند ابراهیم رو پیشوا قرار داده پیشوای امت قرار داده همچنان ابراهیم پیشوای ماست برای ناس برای مردم پیشواست ابراهیم به خاطر هم میگن ادیان ابراهیمی اصلا به خاطر اینکه ابراهیم پیشوا شد به خاطر کارهایی که انجام داد و اینجا اصلا چه ربطی به اونجا داره اولا که عهد امامت خب باشه پس امامان عهد وقتی یعنی میگه خدا میگه امامت یعنی بر فرض محال این آخوند داریم میگیریم ما خب هر جا خداوند گفته امامت یعنی عهد اینجا میگه فاسقان کسانی هستند که امامت را پس از محکم کردن آن میشکنند یعنی چی یعنی تو اگه امام بودی اعتقاد به امامت که عهد نیست امام شدن عهده درسته بر اساس معتقاد این آقا این آخوند میگه تو اگر امام شدی اگر این رو شکستی بعد میشی فاسق حالا چی میخواد اثبات کنه امام زمانو هر گردی گردوه هر الف میم الف میم اماما پیشوا داخل قرآن اومده حالا امام ما داریم امام, داریم، امام داریم امام کسانی که فاسق هستن امام کافران داریم توی قرآن هر چیزی اماما اینا میبینن یه جور ربطی میدن به اون اعتقادی که دار قرآن وجود نداره و اینا معتقد هستن بهش ابراهیم رو خداوند پیشوا قرار داده برای امت برای مردم لناس خداوند ابراهیم رو پیشوا برای مردم قرار داده هیچ چیز خاص عجیب و غریبی نیست اول عهد الله بعد فلان الله بعد بس همش گفت همش ساخت و پرداخته ذهن این آقاست هیچی هم چون چیزی وجود نداره ابراهیم سختی کشیده که خداوند آزمایشش کرده به خاطر آزمایش ابراهیم رو برای مردم پیشوا قرار داده پیشوای مردم ام... حضرت ابراهیم فرمایه فرزندان من هم پیشوای مردم خواهند بود خداوند میفرمایند این عهد من به ظالمین نمیریزه حالا در سوره بقره خداوند داره در مورد فاسقان صحبت میکنه که عهدی که با خدا بستند رو عهدی که با خدا پیمانی که آقا پیمان پیمان فارسی پیمانی که با خدا بستند رو میشکنند پیمان خیشاوندی رو هم میشکنند پیوندهای های خیشاوندی رو هم برقرار نمی کنند روی زمین فساد میکنند میگه چون خداوند اینجا کلمه اهدی رو به کار برده بعد اونجا به ابراهیم هم گفته تو رو پیشوا کردیم این عهد به ظالمان نمیرسه پس این اهد عهد یعنی امامت حالا اگر این عهد امامته بیا بر اساس همین اهد امامت یه بار دیگه بخونیم بعد تماس رو بر وصل, کنیم کسانی که کیا هستن؟ امامان دیگه داره در مورد عهد صحبت میکنه اهد الله امامانه کسانی که این امامت رو نقض میکنند بعد از اینکه بهشون داده شد آقای به امامان مثلا میگه به امام زمان یه عهدی داده شد اگر اونو نقض کنه میشه فاسق چه ربطی داره به امام زمان میدونید چطوری با مغز مردم بازی میکنن سه چهار تا آیه غیر مرتبط با هم رو میارن کافی خودتون قرآن رو باز کنید حرفه من کاری نداشته شد. قرآن رو باز کنید دو تا آیه و تا آیه بعد رو بخونید دستتون میاد قرآن ساده است تماس رو بگیر فرمان آقا وحید بفرمایید سلام خسته سلام سلامت باشید آقا وحید آن واحد این جنگ شیعه و سنی شما از هم اول زرگری بوده و خواهد میخواستم بزنم دست باورد اسلام برای بشریت چیه به غیر از خوشونت شما میگی شیعه فلان و, و بیسار یعنی تو دینی که شما تبلیغ میکنی اگر دختر و پسر با همدیگه ارتباط داشته باشن شلاق نمیکنن چرا حتما باید چهار تا کلمه عربی بخونن که مثلا حلال بشه این ارتباطشون این چند کلمه عربی مگه فرمول شیمیه که باید حتما بخونن یه سری مجموعه شبهات تو مغزت وجود داره بعد این شبهات آخه یک راستا هم نیست یعنی شبهات متفاوتی که نمیتونی به عنوان یه سوال بپرسیم جنگ شیعه و سنی نه جنگ شیعه و سنی وجود نداره این وسط ما داریم آیات قرآن رو میخونیم بهش معتقد هستیم شما میتونید معتقد نباشید بزنید شبکه آتیستی رو ببینید آزادی شماست دیگه آزادی که میتونید هر جوری که دوست دارید داشته باشید مسئله اینکه که دستاورد اینکه که اسلام برای ما اوورده داخل اگر بخواید تاریخ رو بخونید میبینید اسلام موقعی که داشته حکم میکرده قوانینش بر مردم امثال ابن, ابن سینا و امثال زکریای رازی و امثال خارزمی و امثال حافظ و سعدی و مولانا رو به ما عرض داشتن یعنی شمایی که الان به من صحبت میکنید میتونید جای من رو مولانا فرض کنید مثلا بیاد بگه توی مولانا اسلام چی ورده برات بعد میگه که من این کتاب نوشتم مصنوی معنوی خودتو به در و دیوار بزنی نمیتونی بنویسی اون به خاطر اسلام بوده همش هم از خدا گفتم حافظم همین رو به شما میگه سعدی هم همین رو به شما میگه نظامی هم همین رو به شما میگه ابن سینا هم همین رو به شما میگه خارزمی هم همین رو به شما میگه بیرونی هم همین رو به شما میگه موقعی که اسلام داشته اجرا میشده عزیز من. این از دستاوردهای اسلام بعدی هم تا کلمه عربی هیچ تاثیر در ازدواج نداره ازدواج کردن رو اگر بهش معتقد نیستید شما میتونید معتقد نباشید میتونید با مهارمتون ازدواج بکنید همبستر بشید هر کاری دوست دارید بکنید یک زندگی حیوانی که فکر می کنم بعضی حیوان های اکثر حیوانها هم این کار رو انجام نمیدن اسلام برای تشکیل خانواده قوانینی گذاشته از جمله اینکه دو نفر برای اینکه بخوام با هم زندگی بکنن با هم ازدواج بکنن این قوانین اسلام هست فکر میکنم قوانین انسانی هست که هر کسی میتونه بهش باور داشته باشه هیچ ربطی هم به دو کلمه یا چهار کلمه عربی گفتن نداره عربی نگید شما اگر راحت نیستید فارسی بگید مثلا شاهد بیارید اون دختر راضی باشه پدر راضی باشه و مهری قرار بدید برای هم قوانین اسلام رعایت بکنید ازدواج بکنید هیچ مشکلی هم نداره شما نمیخواید اجرا بکنید شما برید با هر کسی که دوست دارید همبستر بشید یک قانون جنگل رو داشته باشید میل شماست بفرمایید آقای موحد جانم میخواستم داخل این چهار تا کلمه عربی که شما میگید حتما بخونید تا شنیدی باست... حرفای منو شنید نه نه شنیدی حرفای منو شنید آقای دوست عزیز من گل من آقا وحید آقا ولید آقا وحید عزیز حرفای منو شنیدی و یه چیزایی از قبل تو گوشت همون رو دوباره میخوای تکرار کنی مثلا شنیدی من چی گفتم بله من عسل، تکرار کن. اون چیزایی که من گفتم رو تکرار کن. دارید کلمه عربی رو بخونید. من نگفتم اینا. من نگفتم آقای آقای وحید. یه چوب پنبه تو گوشته. اجازه نمیده حرف، اجازه نمیده صدای من به مغزت برسه. دوست عزیز من. چوب رو در بیار من یه بار دیگه به توضیح بدم. در آوردی چوب رو؟ بله. حالا گوش کن. اسلام برای تشکیل خانواده قوانینی گذاشته این قوانین هیچ ارتباطی با عربی خوندن یا غیر عربی خوندن نداره یعنی شما چهار تا کلمه عربی رو یه آتیست بهتون گفته برای مسخره کردن دین اسلام اینه که اون دختر باید راضی باشه شرایط ازدواج وجود داشته باشه افراد مخفیانه نباشه افراد بتونن ببینن ازدواج شکل بگیره ولی پدر وجود داشته باشه خانواده ها بدونن این ازدواج داره اتفاق میفته این دو نفر برن زیر سخت با هم دیگه زندگی کنن هیچ ربطی به عربی و انگلیسی و فارسی و چینیش هم نداره چینی ها به زبون خودشون این کارا رو انجام بدن از شروط ازدواج نیست که بخواد دو نفر دوتا کلمه بگن اگر یه جایی شنیدی از حوزه علمیه در اومده که چهار تا کلمه عربی باید بگی که سر ده دقیقه این دختر بر شما حرال باشه این در قرآن وجود نداره اکثریت مسلمان های دنیا قریب به اتفاقشون این رو اعتقاد ندارن این خرافات جنسی و انحرافات جنسی حوزه علمی است آره مباشد جانم ناکنه شما بازم دارید میگید اشکال نداره چهار تا کلمه عربی رو نخونن خب ولی تو دینی که شما دارید تبلیغش رو میکنید همین ناکنه حرف شما درست رضایت پدر و رضایت مادر و همه رضایت رو انجام بشه بعدش هم عمومی باشه ارتباط اشکالی نداره یعنی اون چهار تا کلمه عربی رو نخونید اشکالی در نداره. رابطه وجود نمیاره آره نه هیچ اش... اشکالی نداره اصلا اون چهار تا <applause> کلمه, کلمه عربی, عربی رو نخونید چرا آره. دینی که شما دارید تبلیغش می کنید ما رو شلاق میزنن نیست عزیز من همچون چیزی نیست شما برید ازدواج بکنید چهار تا کلمه عربی رو هم نخونید و تشریف برید هر کاری دوست دارید بکنید چهار تا کلمه عربی رو نخونید شرایط ازدواج داشته باشید همون شرایطی که دارید قبول میکنید خودتون هم منطقی انسانی اسلام گذاشته دو نفر با هم ازدواج بکنند انجام بدید چهار تا کلمه عربی رو نخونید اگر به نظرتون میاد من دارم قوانین اسلام رو نمیگم شما میتونید دلیل بیارید از شر از قرآن و سنت برای من دلیل بیارید که بله باید این چهار تا کلمه عربی توش خونده بشه نیست عزیز من نیست همچون چیزی حالا نیست همچون چیزی اشتباه به عرضتون این کلمه چند کلمه عربی رو اگه ما گفت میگن شما زنا کردید نیست چرا نمیست. چرا داری تکرار میکنی؟ دا داره تکرار میکنه خب برادر من دارم میگم نیست توی گیر دادی به این چهار چه 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 تا, 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 تا کلمه عربی من میگم این چهار تا کلمه عربی حرفیه دلوق... که به گوش شما وارد کردن نمیخواد در بیاد از مغزت من میگم نداریم همچون چیزی جز ارکان ازدواج گفتن چهار تا کلمه عربی نیست والله بالله نیست اگر گفتن این حوزه گفته برای اینکه بتونن ناموس مردم رو حلال بکنن با چهار تا کلمه عربی ان نکاه و سنتی نمیدونم چقدر قبل تو قبل تو یالا یک ساعت با هم باشن ازدواج موقت بکنن ازدواج موقت از برای ما و برای تمام مسلمان های دنیا اکثریت غریب به اتفاق کسانی که به قرآن و سنت معتقد هستند کار ناشایست و کار حرامیه کار نادرستیه متوجه هستید چارت کلمه عربی رو از ذهن در بیار خب باشه شما الان زنا رو برای من تعریف کنید شما بلنشی بری عذر میخوام الان به... بت... نمیدونم بگم م... مثال دارم میزنم با یکی از اعضای خانواده خودتون بل بالله با یکی از اعضای فامیل خودتون مهارم خودتون رابطه جنسی داشته باشید به کسی نگید با خواهر یه نفر رو را بردارید رابطه جنسیش ازدواج نکنید ازدواج که میفهمید چیه؟ ازدواج به مفهومی که شما معتقد هستید بهش ازدواج نکنید بردارید بهش تجاوز کنید رابطه جنسی غیر ازدواج داشته باشید اون بهش میگن هیچ رابطه بهش میگن زنا رابطه جنسی غیر مشروع نامشروع شما برید همسر یک نفر دیگر رو بردارید باش, از باش رابطه جنسی داشته باشید یک نفر دیگه بیاد ولی و بالله با همسر شما این کار رو انجام بده این شما هم راضی باشید همسر اون آقا هم راضی باشه یا یه آقای دیگه همسر نمیخوام مثال شما رو بزنم دو نفر اصلا حالا یه نفر با همسر یکی دیگه اون با همسر یکی دیگه با هم رابطه جنسی داشته باشن این بهش میگن زنا از, ب... از دید اسلام یک چیزی وجود داره به اسم خانواده این خانواده باید شکل بگیره این خانواده وقتی شکل گرفت جامعه به امن و امان در میاد بفرمایید شما میتونید بفهمید ب... میفهمید که فرزند شما از همسرتون فرزند شماست نه فرزند مرد همسایه و مرد همسایه هم متوجه میشه که فرزند خودشه که تو شکم خانمشه نه فرزند شما بفرمایید پس یعنی آقای شما این میگید با کسی ارتباط در ارتباط جنسی برقرار کن که یا خواهر یا مادر خودمون باشه یا کسی باشه که زن شوهردار باشه درسته؟ آره یه دیگه سوالتون پرسید میگم شما گفتید که کسی با کسی ارتباط برقرار کنی که یا زن شوهردار باشه یا خواهر یا مادر خودمون باشه که به این میگید زنا به این میگیم زنای محسنه و به اون میگیم زنای مهارم بله حالا اسمای متفاوت دارن خوب. توی شهر بله. الان الان اگه یک دختر غریبه ما باش ارتباط جنسی برقرار کنیم این چه تعریفی داره اگر یک غریبه با خواهر شما ارتباط جنسی برقرار بکنه اونجا به نظر شما منطقی و جالب و خوشایند برای شما نه من یه سوال شهری هست. من, من سوال بو شهری بو شهری دارم به شما میگم ده، ده. اینو پیامبر گفتن اینو اینو پیامبر گفتن دیگه من دارم ده. به عقلت رجوع میگم آره این زنا شما با خواهر یه نفر دیگه هم بدون اینکه ازدواج بکنید رابطه جنسی داشته باشید اینو بهش میگه زنا اینو اسلام جلوش رو گرفته شما حق ندارید با خواهر و مادر یک نفر دیگه یا با یک زن دیگه که معتقد همسر شما نیست باش ازدواج نکردید شما رابطه جنسی باش داشته باشید در این در چنین جامعه ای در جامعه ای که اسلام می سازه شما برای اینکه بخواید با یک نفر رابطه جنسی داشته باشید باید همسر شرعی شما باشه باید همسرتون باشه باید باش ازدواج خب. کرده باشید آره دین دینی که شما دارید تعریف کنید اگه بخواید ازدواج کنید باید کارهای شرعی اون رابطه رو اجرا کنید درسته باید ازدواج کنید بله خب اگه این کار نکنین صد درصد به ما شلاق میزنن تو دینی که شما دارید تبلیغشون میکنید نه میتونید دارید زنا میکنید دیگه شما ای ما قوانین همه یه مورد, بازدارنده نه داره نه آره شلاق میزنن من نه ترس نه از ترسی از چیزی ندارم شما میتونید مسلمون نباش شما مسلمون نباش دو تا مسیحی با هم مثلا رابطه جنسی داشته باشن کسی بهشون شلاق نمیزنه مسلمون نیستن مادام اینکه قبول کردی مسلمونی همچنان که همچنان که شما اجازه نداری با خواهر یا نفر دیگه رابطه داشته باشی اسلام بش... به یه نفر دیگه اجازه نمیده باشه خواهر شما رابطه داشته باشه این قوانین اسلام این قوانین انقدر انسانیه ببین این قوانین انقدر انسانیه که من وقتی خواهر شما غیر معتقد به ازدواج رو مثال میزنم غیرتت اجازه نمیده اون شرمت اجازه نمیده بگه خواهر من میخواد بره با هر کسی میخواد به آشه. رابطه جنسی داشته باشه این اجازه به شما نمیده حتی معتقد نیستید به اسلام شما یه غیر معتقد به اسلام اجازه به خودت میگی نه من این سوال منو با سوال جواب نده چرا چون اذیت داری میشی وقتی خواهرت میبینی با هر کسی رابطه جنسی داشته باشه تو اون جامعه ای که شما دارید میگی جامعه بدون قانون رابطه جنسی خواهر شما با همه میتونه رابطه داشته باشه یعنی همه این عذر میخوام ما کسی شما رو نمیشناسه خواهر شما نوعی با همه مثلا یه خواهر هر نفری یه زن هر نفری خواهر هر نفری هر دختر مجردی هستن چرا خواهر و مادر میتونه با همه اعالی محل رابطه جنسی داشته باشه این چیزی که شما دارید میگید یعنی این قانون غیر منطقی غیر اخلاقی که شما دارید بهش تبلیغ میکنید ما قانونمون بر اساس این نیست کسی که میخواد با کسی ازدو... با کسی رابطه داشته باشه یا با هم زندگی باید بسازن میره ازدواج میکنه چون موضوع برنامه‌مون نیست و فکر میکنم جواب گرفته شده من فقط 30 ثانیه حرف پایانی شما میشم سراغ ای بعدی تماسشون قطع قطع قد کردن آقا وعید. برگردیم به مسئله مرتبط خود. یه نکته رو بگم چون آقا وعید گفت قبل از اینکه بریم تماس بعدی رو داشته باشیم اینکه بحث الان ما بحث شیعه و سنی نیست به هیچ عنوان بحث شیعه و سنی نیست بحث بین اهل تشیع و اهل تسنن نیست بحث ما بحث قرآنه یعنی فکر نکنید جنگی را افتاده درگیری بین دو فرقه و دو تا نمیدونم عقیده اتفاق افتاده نه داریم یک قرآن رو با هم بررسی می‌کنیم، قرآن رو ما اعتقاد داریم و این قرآن چیزی ازش از اعتقادات حوزه در نمیاد و من معتقدم اکثر شیعیانی که دارم برنامه رو می‌بینن، قرآن رو صد درصد معتقد هستن بهش میرن سراغش و میرن و متوجه میشن که بله در قرآن تمام این دروغ هایی که اینها دارن به قرآن نسبت, نسبت, میدن وجود نداره وجود خارج نداره این تماس بعدی رو هم میگیریم آقای رضایی عزیز بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم جناب آقای موحد علیکم سلام آقای رضایی سلامت باشی ان شاء الله جناب آقای موحد بفرمایید خواهش میکنم به حضور انورتون بگم که سال آنچه که روی شیشه تلفون، تلویزیون حک شده سالات بی جواب از حوزه مسلما نحوه سال مطرح کردن شما به این سبک که این سالا بی جواب میمونه و مخصوصا من یه وقتی هم خدمت شما عرض کردم نحوه اشکار گرفتن بر خطبا و بلغا و وکتانی که در چیز مبلغین سی هستن مثل مثلا جناب آقای قرارتی اینا شما با اینا این کلیپ هاشون از نقاطی را نکاتی چیز با اونا رو اون نکات تکیه این شیوه هم شیوه پندیده نیست یاد مطلوب نیست اما اون که مزا الان اضافه میکنم و انشاءالله منتظر جواب از این حالی میمونم اینست که پرمودی در قرآن معاد نصف قرآن معاد است در منکرش لعنت اگه کسی بگه همه قرآن هم معادل این چیز نکرده به خطا نرفته ولی در قرآن هم مسئله رهبر، هادی، معلم اینم هم متعهد. بله من چون سوالتون دو تا شد به خاطر که ببینم جواب میدیم میرسیم به این اما نکته اولتون میفرمایید که پخش کردن صحبت ها و کلیپ های ایشون یا هر کس دیگه در مورد اعتقادات خودشون کار صحیحی نیست من یه چیزی به شما چون اگر من کلیپ درست کرده باشم از فرمایشات ایشون کاملا حرف شما درسته ببینید ما چیزایی که پخش میکنیم مستقیما داریم از شبکه های خودشون پخش میکنیم یعنی چی یعنی اینکه این ببینید این کانال کانال آقای قرائتیه کانال درس های از قرآن برنامه آقای قرائتیه خودشون آوردن امام زمان در قرآن روایات رو جدا کردن از برنامه خودشون و نکته های ناب آوردن که در مورد اینکه بتونیم اثبات بکنیم امام زمان رو یا اون کلیپ قبلی رو هم که من برای شما پخش کردم همچون وضعیتی داره راه دوم برای ما چی میمونه راه دوم اینم هم همینه ببینید راه دوم برای ما چیه این الان ما چیزی که داریم ازش پردازیم از چیز رسمی ایشونه درس های از قرآن از آقای خراتی کانال رسمی ایشون تو یوتیوبه و ما کات نکردیم ما راه دیگه ای نداریم چند تا راه داریم یکی اینکه روایت های شما رو بررسی کنیم که کردیم دو اینکه ببینیم در سایت ها مراجع چه چیزهایی گفتن که اووردیم براتون انجام دادیم انجام میدیم سوم اینکه کلیپ هایی که خود اینها عقیده داشتن و گذاشتن خودشون به اندازه فکر میکردن درسته و کات کردن و گذاشتن همون هم کامل برای شما پخش میکنیم راه دیگه ای راهش اینه که ما زنگ میزنیم ازشون درخواست میکنیم که بیا نمیان نمیان آقا ما درخواست ازشون کردیم بارها و بارها به چندین و چند دفتر تماس گرفتیم آقای رضایی تشریف نمیارن دفاع بکنن تنها باری که قبول کردن اشتباه گرفتن فکر کردن شبکه نور قم هست و میخواد زنگ بزنه و به به چه چه بکنه از, فر... از خدمات... خدمات اینها در مورد قدیر خم و جشنهایی که میگیرن بعدش که فهمیدن قرار جواب بدن در مورد امامت باز هم نیمدن صداش هم موجود تمام این راه ها ما صدا ضبط کردیم تصویر گرفتیم که جواب نمیدن یا قبول نمیکنن که بیان یه وعده سرخرمنی میدن و دیگه نمیان جواب نمیدن جواب تلفن ما رو نمیدن راه دیگه ای برای ما نمیمونه آقای رضایی سال دومتون رو بفرمایید آقای قطع قد شدن آخه ببخشید من البته من جواب سال اولتون رو دادم دیگه فکر میکنم راه دیگه وجود نداره غیر از این راه یعنی ما از کانالهای ایشون و امثال ایشون علمایی که معتقد هستید به اینکه اونها دارن درسای قرآن رو به شما میگن داریم براتون دلایل رو میاریم دلایل اونها و دلایلشون غیر منطقیه غیر قرآنیه دروغ دروغ میگن الذين یؤمنون بالغیب کسانی که به غیب ایمان دارن پس باید امام غیب امام غیب معاد امام غائب و جاذبه زمینه مثلا هر چیزی که ما بدونیم اثری داشته باشه که یه نفر توی این جمع نیست بگه اثر امام زمان کیه ما بهش ما ما میگیم ما این, این تلنگور رو ما میزنیم ما تلنگر میزنیم به اینایی که این پایین نشستن میگیم جاذبه تاثیر داره امام زمان تاثیرش چیه خورشید پشت ابر نه امام زمان پشت خورشید پشت ابر نیست خورشید پشت ابر هم بخشی از نورش به ما میرسه هم گرماش به ما میرسه این خورشید پشت ابر یک لحظه خاموش بشه انفجارات هیدروژنی درش اتفاق نیفته ما یخ میزنیم امام زمان نباشه چه ما چه اتفاقی برام پیش میاد خورشید پشت ابر بعد از 10 دقیقه ربع ساعت نیم ساعت یک ساعت ابرو میرن کنار بالاخره ما خورشید رو میبینیم 1200 سال هیچکس امام زمان ندیده از گرماش استفاده نکرده از نورش استفاده نکرده هدایتش استفاده نکرده چه فایده ای داره این سوال ماه مسئله بعدی رو سال دومتون رو نصف و نیمه پرسید چون قد شدید من بهش جواب میدم امامت در قرآن وجود نداره رهبریت اگر در قرآن وجود داره نبوت اگر در قرآن وجود داره هیچ ارتباطی به امامت نداره هیچ ارتباطی با اصلی به اسم امامت نداره آقای رضای عزیز ما اگر معاد رو در هر صفحه از قرآن میبینیم الذين يؤمنون بالغیب رو نمیچسبونیم حتما به معاد خداوند میفرمان کسانی که ایمان دارن به یوم الاخره به روز قیامت اسم ورده خداوند متعال صفحه صفحه قرآن وجود داره معاد در قرآن کریم ما نمیایم هر روزی رو روز معادش کنیم که هر پیشوایی رو شما امامش میکنید ما وقتی میخوایم نبوت رو از قرآن ثابت بکنیم در مورد پیشوا هر جا خداوند آورده نمیگیم ها این اسم پیش اسم امام اسم پیشوا اسم رهبر آورده پس منظورش نبوت نه نبوت با محمد رسول الله ثابت میشه والذین و الذین معه اشد آخر فتح با چندین و چند آیه مثل این با خاتم النبیین ساختن خوندن رسول الله با اسم نبی اووردن و به معنای ختم رسالت به صورت واضح و آشکار معرفی کردن رسول الله شناخته میشه ما نبوت رو میشناسیم امامت رو هر جا پیشوا داخل قرآن اومده هر جا رهبر داخل قرآن اومده مجبورید کار دیگه نمیتونید بکنید مگه میشه اصلی در در دین وجود داشته باشه اثری ازش در قرآن نباشه مجبورید هر جا هر چیز در مورد پیشوا و در مورد رهبر و در مورد حاکمیت آورده شده باشه یا دستی بزنید بگید برای این امامت ما فقط و فقط تلنگر میزنیم فکر کردنش با شما تصمیم گرفتنش با شما بررسی کردنش توسط قرآن با شما قرآن تو خونه همتون هست از اون بالای تاخشه برداریدش لطفا ببینید این قرائتی امثال قرائتی مکارم امثال مکارم خامنه ای امثال خامنه ای چطوری میخوان این عقیدهشون رو اثبات بکنن هر آیه از قرآن رو گفتن باز کنید برید بخونید بفهمید متوجه میشید داره دروغ میگه حرف من رو کاری نداشته باشید قرآن رو بخونید متوجه میشید داره دروغ میگه خدا نگهدارتون